Чун савори ба наздики кӯҳ расид, кӯҳе дид сар ба осмон. Аз аспи бодпояш фуруд омад ва ба боло назар андохт. Болои кӯҳ кӯҳе дид ки сар дар абр буд ва бо само роз мегуфт. Саворо дар андеша афтод, ба ёронаш фармуд то банде биёранд ва бо ҳила ба дарвозаи хушк омад. Дарбон ба фаросат дарёфт ки наздаш самаки айёр истодааст. Ҷӯе ӯро монеъ гашт. Самаки айёр бо як зарба ӯро ба замин андохт ва даҳонашро баст. Ин гуфтаҳо тасвирест ки аз рӯи нақлаш, асар ва ривояти ахбор, ки дар қиссаҳои самаки айёр омадааст, хеле ҷолибу диловезанд. Қиссаҳои самаки айёр, Хотами Той, Чор дарвеш ва дигар нахуст филми коргардони ҷавон Сатори Вали аст. Қиссаи ишқ низ муҳтавояш аз қиссаҳои самаки айёр аст, ки ба тоҷикӣ рӯи навор омада буд. Чанди пеш дар толори кохи ҷомӣ пешниҳоди тамошобинон гардид. Муваффақияту комёбӣ ба нафари соҳибдилу худогоҳ қувваи тоза дармони дигар мебахшад, агарчанде ин комёбӣ хурду кӯчак низ бошад. Ҳамчунин тавони тоза мегирад, чун бубинад ҳосили заҳматаш меваҳои ширину латиф пастааст. در این راه قدم زدن و هر کس میسر نمی شود. امروز در طریق شبکه اول دیگر شبکه شما بحث مناظره ها رو میبینید. صحنه هایی که بحث مناظره دارند در برای کینه ها. هر کس فکر عقیده خود رو میکنند. یکی باری مبلغ میکنند. یکی باری سینر خوب نبودند. یکی بهانه شرایط های تکنیکی نبودند. و خلاصه بهانه ها بسیار هست. لیکن همون اونای این بسیار این سخن ها را میگن که خودشون کم به این کار دست میزنن یا که حوصله‌شون هم پیر هم شده گیست. شاید همه این سخن ها درست باشد. لیکن یگان دارایی قطعی دارایی ذهنی نیست. خیلی هنر نیست. هنر که باشد کوهکن از کوه آب میبرارد، شیر میبرارد. دانا حساب کارش به آب و برق یابد، جبران آسیابش از باد میبرارد. یکی برق آب نیست، از باد آسیاب میسازد. کار میکند که زندگیش رو تامین کند. برای همین وقتی که همین فیلمنامه به دست ما رسید خواندم، پورا نبودم، لیکن در تحت همون یک چیز بود. دلیل گفته‌های بالا محصول زحمت کارگردان جوان و امیدبخش ستاری ولی است که توانسته است در یک مدت کوتاه انگاره خیالش را روی لنته کینو به نوار گیرد. عالی با آمده. در بی سخنگوی را بگوید. سه روز مهلت دیده. جواب بگوید. قصه عشق را کارگردان ستاری ولی از روی قصه سمک ایار بروی نوار آورده است. قصه عشق تنتنه عدالت بر جهالت، نور به ظلمت و محبت بر عداوت است. کسی که در عالم کینو نیست البته تماشا کردن آسان تر است راستگر. بله. آفریدن فیلم بزمین تر است. از همین خاطر این خشتای، اگر من گویم خشتای اولی کینوهایی که در آینده نصیب باشد، یعنی که من منتلی فیلم های کلانی بدیم و با اشتراکی میگیرند، با اشتراکی همین هنرمندی ها که دیگر یا دیگر ریژیسور و همین ریژیسور، این خشتای اول است. خشتای اولی که جرأت دارند، قدم استوار ریژیسور، یعنی که تهیه‌گر حس کرده می شود، قدم های استواری هنرمند های حس کرده می شود. نقش آفرا که در این فیلم بازی کردن هر کدام صمیمی
از ته دل آفریدن نقش های خود را برای همشون موفقیت میخوام. نقش ماهپری مثلا در این فیلم اشتراکی که شما دیدید، من نقش اساسی را بازیدم و در اونجا نقش ماهپری یعنی دختری بود که همین فیلم ماست در برای همین دختر مثلا هون نبرد هایی که کردن همش برای ماست ماهپری به دست آوردنی ماهپری بود و در عاقبت دشمنان مغلوب آمدند و من مثلا به همون نفری که بیشتر به من میداشت یعنی خورشید به همون رسیدم و عموماً این فیلم نخست فیلم بود که من در اون اشتراک ورزم. بعد بازی نقش سمک، همچون سمک مرد جسور، سمک ایار یک مرد جسور، خیرخواه، حیار، جسور و خیرخواه و با عدالت بود. برای همین از نقش سمک در زندگی خود بسیار چیزها رو نو رو دریافت کردیم. همچون چیزی که در رول سمک بازی کرده بودیم که سمک خصلت های نغز انسانی داشت. همین خصلت ها را ما خدا خواهد در زندگی همچون یک خاراکتر سمک را با خود خدا خواهد موافق کرده از روی همین زندگی پیش میبرند. در مورد بنقش گرفتن این فیلم، آدم وقتی که در مورد کار است حس نمی کند و بعد تماشا کردن این فیلم آدم یک هیجان دریافت میکند که حقیقتا این فیلم که تاریخی است و بسیار چیزی از تاریخ خود آدم شناخت میشود و بسیار یک هیجان نغز بعد این فیلم موندگی بود. روستی گپ یگان ایجادکار، یگان هنرمند از کاری خودش قناعتمند بودن نمیتواند. البته کمبودی ها بسیار هستند، لیکن به هر حال در با دستگیری من همین استادان که بسیار دستگیری کردند ما سفرهای برای ایجاد کردن و بسیار ناحیه های جمهوری سفر کردیم، استادا بودند و مصلحت می دادند. البته برد و باخت این فیلم را با استادان مصلحت می کردیم. من بسیار قناعتمندم از استادان که راضی شدند و نقش آفریدند و برای من بسیار کمک های زیاده کردن در آفریدن این همین فیلم. میروس گرانبهای از ناقلان آثار چون قصه های سمک ایار، حاتم تای و دیگر به ما باقی مانده است و تکیه به آثار گذشته بهترین فضیلت کارگردان جوان است.